سلام دوستان، با آموزش VBA در نرم افزار اکسل در خدمتتون هستیم. تو این جلسه میخواییم مقدمه در مورد VBA و ماکرو خدمتتون ارائه کنیم. خب همونطور که میدونیم پروژه‌ای که میخواییم با همدیگه برای آموزش VBA جلو ببریم نحوه پرینت گرفتن چک، یعنی یه اکسلی میخواییم داشته باشیم که اطلاعاتی رو روم وارد کنیم در خصوص چکایی که میخواییم پرینت بگیریم و خب یا یک چک تکی رو، یعنی یک تک چک رو بذاریم توی پرینتر و بتونیم چاپ کنیم روم، و یا اینکه مثلا یه لیستی از افراد داشته باشیم، یه لیستی از چک هایی که میخوایم داشته باشیم رو تهیه بکنیم و بتونیم به صورت سری اونا رو پرینت بگیریم. خب این نرم افزار کاربردی واسه خیلی از شرکت ها به خاطر اینکه خط خوردگی کمتر بشه توی چک و غلط کمتر باشه، اشتباه کمتر باشه و اینکه بتونن سریعتر پرینت بگیرن، یه چنین چیزی رو خیلی استفاده میکنن. بخاطر همین من در نظر گرفتم که به شما دوستان چنین نرم افزاری رو توی اکسل تهیه کنیم با هم دیگه و خب یاد بدیم که خودتونم بتونین یه چنین چیزی رو تهیه کنیم و همچنین وی بی ای یاد. خب VBA که در واقع کوتاه، یعنی در واقع مخفف Visual Basic for Application هستش و تو تمامی نرم افزارهای آفیس از جمله اکسل، مایکروسافت ورد، پاورپوینت، ویزیو و آوتلوک وجود داره و تنها تفاوتی که با هم دیگه دارن شاید لایبریاش باشه که جلوتر با هم در خصوصش صحبت میکنم. اما چه استفاده و مزیتی داره؟ اولین استفاده و مزیتش اینه که ما خیلی از کارهایی که تو اکسل شاید بخوایم انجام بدیم، مخصوصا کارهایی که تکرار میشن رو نمیتونیم با خود فرمول هایی که تو اکسل هست انجام بده و میخوایم یه کاری رو مدام انجام بدیم و بدون اینکه هر دفعه بیایم به طور مثال کپی پیست کنیم یا اطلاعات رو وارد کنیم یا اینکه مثلا حالا آپدیتی رو انجام بدیم، نمیخوایم هر دفعه اون کار دستی انجام بدیم و خب واسه این کار یه ویژگی رو مایکروسافت اکسل واسه ما در اختیار ما قرار داده به نام ماکرو، که ماکرو در واقع حرکت ها و کارهایی که تو اکسل انجام میدیم رو ضبط میکنه به زبان وی بی، به زبان وی بی ای ضبط میکنه و در دفعه بعد که بخوایم اون کارا رو انجام بدیم دیگه نیازی نیستش اونها رو دستی انجام بده و کافیه اون ماکرو رو اجرا کنیم تا کارها انجام بشه. خب به صورت پیش فرض شما وقتی که وارد اکسل میشین چنین تب هایی رو میبینید. اگه توی قسمت این تب به طور مثال توی قسمت ویو برین، خب توی این قسمت ماکرو ها رو میبینین که میگه ویو ماکروز، یعنی ماکروهایی که در حال حاضر توی اینجا وجود داره رو ببینیم خب و میتونیم اونها رو اجرا کنیم، یا اینکه یه ماکرو رو ضبط کنیم و حالا این ریلیتیو رفرنس رو باش کاری نداریم، بیشتر روی ماکرو و وی بی ای داریم کار میکنیم. خب یعنی که یه ماکرو رو ضبط کنیم، پس این یکی از حالتاش هستش. یعنی که تو اینجا هم ما میتونیم ماکروی رو ضبط بکنیم که الان بهتون نشون میدیم. خب و حالا از اون در واقع ماکرو به جای اینکه بیایم اینجا و ریکورد کنیم از اینجا استفاده کنیم. خب بذاریم من یه اکسل جدید باز کنم، روی این اکسل کار نکنیم که ماکروها رو واسه تون توضیح بدم. خب فرض کنیم یه اکسل جدید داریم، ما یه لیستی رو اینجا تهیه میکنیم. من هر دفعه اعدادی که اینجا هست یا اطلاعاتی که اینجا هست رو میخوام کپی کنم و بیام توی یک شیت پیست کنم، درسته؟ یه کار تکراری رو میخوام هر دفعه انجام بدم، از شیت یک به شیت دو کپی پیست کنم هر دفعه که اینو باز میکنم. خب من میخوام این کار خودکار انجام بشه بدون استفاده از فرمول ها، چون این یک مثال هستش، با فرمول ها میتونیم کار انجام بدیم، یعنی بدون استفاده از فرمول میخوام این فرآیند کپی پیست انجام بشه. خب برای این کار حالا همونطور که گفتم اینجا میتونم ماکرو رو بزنم، اسم بدم به ماکروم، کپی پیست، خب بگم فقط تو این ورک بوک باشه، فقط تو این نرم افزار اکسل کاربردی باشه، یا مثلا تو یک ورک بوک جدید باشه،
یا پرسونال ماکرو ورک بوک، یعنی یه ورک بوک شخصی باشه. خب همین ورک بوک رو انتخاب میکنیم. اینجا میتونیم توضیح بدیم، این یک مثال هست. خب یا اینجا با قرار دادن یک حرفی یا یک کارکتری تو اینجا بتونیم واسه ماکرومون شورت کی بزنیم و هر وقت اون شورت کی رو زدیم این ماکرو اجرا بشه. به طور مثال من اینجا چه شورت کی خوبه که بذاریم؟ مثلا کنترل بی رو میذارم. خب که هر وقت کنترل بی رو زدم یه چنین ماکروی اجرا بشه. کنترل وی نذارین چون ما اینجا خود عملیات کنترل کپی پیست رو انجام میدیم، با کنترل سی و کنترل وی کار داریم، ممکنه ماکرو قاطی بکنه و گیج بزنه. خب و این رو اوکی میکنم. خب اینجا یه اروری داد واسه اینکه میگه ما خط تیره نمیتونیم قرار بدیم. یادمون باشه واسه نیم یه سری کاراکترهای خاص نمیتونیم قرار بدیم، مثلا فاصله نمیتونیم بذاریم، خط تیره نمیتونیم بذاریم، آندرلاین به جاش میذاریم و اوکی میکنم. خب الان ماکرو ما شروع به ضبط کردن کنم. من تو شیت دو هستم. وقتی که میرم شیت یک، اولین کاری که میکنیم یه شیت یک سلکت شد. وقتی که اینجا رو میزنم یه سلول A1 سلکت شد. همه اینا به زبان VBA داره ضبط میشه. وقتی که من شیفت پایین رو میگیرم دونه دونه میاد پایین و میگه رنج A1 تا A5 سلکت شد. وقتی کنترل C رو میزنم میگه عملیات کپی انجام شد. خب بعد میرم تو شیت دو، پس می نویسه که شیت دو سلکت شد. بعد A1 رو سلکت میکنم اینجا و الان می نویسه A1 سلکت شد و کنترل V رو میزنم و میگه عملیات پیست انجام شد. خب این عملیات رو الان پاوز میکنم. الان ماکرو ما انجام شده. وقتی که من این رو دلیت کنم، کنترل B رو بزنم، بزنم اصلا همینجا هم باشم، کنترل B رو میزنم، اینجا میاد کپی پیست رو انجام میده. کار نداره اینجا چه حروفی نوشته شده، فقط کافیه که از A1 تا A5 میگیره کپی پیست میکنه اونجا، حتی اگه خالی باشه. مثلا من اینجا حروف می‌نویسم، خب درسته، این حروف الان با انجام کنترل B خب توی شیت دو پیست میشه. درسته؟ پس هر دفعه کاری که بخوام انجام بدم تکراری باشه رو واسه من انجام میده. تقریبا هر کاری رو، هر عملیاتی که تو اکسل انجام بشه این ضبط میکنه. خب فرقی واسش نداره. و وقتی که ما وارد VBA شدیم و بخوایم کدی رو بنویسیم، یک جور راهنمای خیلی خوبی رو واسه ما درست میکنه. چرا؟ وقتی که من برم توی ماکرو، ویو ماکرو رو بزنم، اینجا میبینین که کپی پیست من اینجا ایجاد شده. من میتونم ران کنم که خب اجرا میشه. من میتونم بیام اینجا ادیت رو بزنم. خب وقتی که ادیت رو بزنم یک پنجره دیگه واسه من باز میکنه واسه این محیط VBA. من میبره تو محیط VBA و اینجا مینویسه، کامنت میذاره، مثلا کپی پیست ماکرو. این یک مثال از توضیحاتم آورده، شورت کیش کنترل بی. خب بعد مینویسه که شیت 1 سلکت شد، رنج از A1 تا A5 سلکت شد. یادتونه دقیقا تمام اون استپ ها رو داره مینویسه. سلکشن اون قسمتی که سلکت کردم کپی شد. شیت 2 سلکت شد، رنج A1 یعنی سلول A1 من سلکت شد. بعد اکتیو شیت دات پیست، یعنی اون قسمتی که حالا سلکت کردم پیست کن اون چیزی که کپی شده بود. خب دقیقاً استپ با استپ نوشت و داریم میبینیم که یه کد ماکرو نوشته و ما خیلی الان از همینجا میتونیم یاد بگیریم چه جوری میتونیم یه شیت رو سلکت کنیم، کدش رو بنویسیم، چه جوری میتونیم یک رنج رو سلکت کنیم توی VBA، چه جوری میتونیم عملیات کپی انجام بدیم و خب تو کدی که قرار بعداً بنویسیم میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا توضیحات VBA یه ذره دیرتر باشه. خب پس این ماکرو بود. ماکرو این عملیات رو ضبط کردن خب واسه ما خیلی از کارا رو میتونه ساده کنه و مخصوصا ما رو توی نوشتن کدهای VBA مون راهنمایی باشه واسه ما. خب حالا من میخوام وارد محیط VBA بشم. چطور این کار رو بکنم؟ یه راهشو دیدین که میرم تو ماکرو ادیت میکنم. یه راه دیگه‌اش هست که یک تب جدید اینجا به نام دیولپر باید ایجاد بکنیم و از اون استفاده کنیم. این تب دیولپر به صورت پیش‌فرض توی اکسل ما وجود داره اما ما نمیتونیم ببینیم. واسه اینکه اونو بتونیم ببینیم میریم تو قسمت آپشنز،
توی این قسمت آپشنز من میام توی قسمت، البته یک مسیر دیگه هم وجود داره ولی خب من خودم با این راحت ترم، توی قسمت کاستومایز ریبون، یعنی من ریبون خودم رو کاستومایز کنم. توی این قسمت تب هایی که وجود داره یه تب دیولوپری هست که تیکش نخورده به صورت پیش فرض. من این تیک رو بزنم یک تب جدید واسه من اینجا ایجاد میشه به نام دیولوپر و من میتونم بیام اینجا امکاناتی که اکسل بیشتر در نظر گرفته رو ببینم. یکی از این امکانات اینه که من مستقیم برم توی قسمت ویژوال بیسیک، ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن. الان این یک ماکرو هست، بخش این یک محیط وی بی ای هستش، خب که در واقع محیطی هست که ما کد هامون رو میتونیم بنویسیم، اجرا کنیم، تست کنیم، دیباگ کنیم و غیره که با هم دیگه خیلی با این کار خواهیم داشتش. خب توی محیط وی بی ای من حالا ابزاری که اینجا میبینم جای خودش، یه کوچیک توضیح در مورد این نماها بدم. تو اینجا محیطی هستش که من کد ها رو مینویسم، اگه ببندمش این چیزایی هست که به صورت پیش فرض باز بوده. خب همه رو میبندم، خب میبینیم به این صورت هستش. تو این قسمت پنجره در واقع مواردی که باز هستش رو به من نشون میده. خب این قسمت چک پرینت من هستش که میخوایم پروژمون رو انجام بدیم، چون بازه داره به من نشون میده، اکسل من اونجا بازه، میبندمش که به صورت خلاصه نشون میده. بوک یک ورژن یک در واقع همون تستی هستش که همین الان با هم دیگه باز کردیم و اگه توجه کنین شیت یک، شیت دو، دیس ورک بوک و ماژول ها هستش. خب این ماژول که حالا به صورت تست من داشتم میذارم خالیه، هیچی. ماژول دو همون ماژولی هستش، همون ماکروی هستش که من با هم دیگه ضبط کرده بودیم و تو یک ماژول ضبط شده. خب که من توضیح اینا رو دیرتر اگه ماژول چی هستش و غیره رو بهتون میگم، اما اگه توجه کنیم پس ماکرویی که ضبط میشه میره تو قسمت ماژول ها. خب که حالا جلوتر توضیح میدیم. تو این قسمت پروپرتیز هستش که من مشخصات اون ماژول یا هر چیز، مثلا شیت یک اگه بریم این هم یه جور ماژوله واسه اکسل، فقط چون شیت یک به صورت پیش‌فرض تو اکسل هست داره اینطوری به من نشون میده. خب مشخصات اون شیت رو داره به من نشون میده که میگه اسم شیت یک، پیج بریکش فالز. حالا کسایی که اکسل بدونن میدونن پیج بریکس کجا هست، چون الان یعنی ما داریم وی بی ای رو درس میدیم، پیش‌فرض من این هست که شما اکسل رو تا جای مناسبی بلد هستیم. اگر بلد نیستیم باید بریم تو حالا وبسایت دیاکو، اونجا یک دوره آموزش کاربردی اکسل هست و اون رو ببینیم و بعد اینکه اون رو دیدین وارد محیط وی بی ای و کد نویسی واسه اکسل بشین، اینطوری بهتره. خب مشخصات اون شیت رو داره به من نشون میده. من میتونم این مثلا پنجره رو ببندم ولی خب پنجره کاربردی هستش و اینجا قسمتی هست که من کد رو می‌نویسم و اجرا می‌کنم. اینا به صورت پیش‌فرض تو اکسل نیستش که بهتون یاد میدم چجوری بیارین، فقط بعضیاش هست مثلا فکر کنم آره این هستش اینجا می‌بینید، ولی اینجا واسه دیباگ کردنه که بهتون بعدم میگم چجوری. خب پس متوجه شدین که وی بی ای چی هست، ماکرو چه استفاده ای داره و تو جلسه بعد، چون این مقدمه بود خواستم فقط یک نگاهی بکنیم به این موارد، تو جلسه بعد در مورد ماژول ها توضیح میدیم، در مورد اینکه حالا چطور توی وی بی شروع به کد نویسی کنیم. امیدوارم مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.